هرگز به آوازها، به خبرهای دروغین، به خبرهای بفته داده شدن در کار نیست. و یکی از راههایی که ما دائما، من مثلا به صفت یکی از متخصصایی که سواد رسانه‌ای رو مثلا تشکل میدهم و اون رو پیش میبرم و از دیگران تلقین میکنم که به این مسئله توجه کنن، این هم اون است که با معلومات سره و دروغ رو باید آدم فرق کرده تواند. ما متاسفانه در بسیار موارد اثر احساس کار میکنیم و این یکی شاید از بدبختی های ما باشد. باید با عقل، اثر عقل کار کرد. در این حالت ما به خطاگی ها، به کمبودی ها کمتر روح میدیم. برای همین من پیش از همه دعوت میکنم که به معلومات های، هر گونه معلومات های دروغ و آوازه ها داده نشوند. معلومات های سره را فرق کرده توانند. برای فرق کردن پیش از همه به منبع های این معلومات ها توجه کنند. معلومات های بردروغ و آوازه های بی اساس باعث زیاد شدن هنگامه ها میگردد. در این روزهایی که برابری تمام جهان کشوری ما را نیست، وضعی اپیدمیولوژیش ناگوار است، متخصصان با تجربه میگویند که مردم به احساسات داده نشوند و خبرهای بردروغ اعتبار ندهند و باور نکنند. برای پست نمودن هنگامه ها ژورنالیستیکا سهم بسزا گذارد. واقعا هم امروز برای ژورنالیست ها یک مرحله خیلی حساس فرا رسیده است و آنها هم مثل پزشکان، مثل دیگر آدمانی که در جبهه اول قرار دارند جای گرفتند و فعالیت اجادی خود رو، فعالیت کسبی خود رو ادامه میدهند. البته امروز مسئولیت نسبت به ژورنالیستان و احساس مسئولیت اجتماعی آنها خیلی بلند شده است و این از ما، از همه ژورنالیستان، بخصوص از ژورنالیستان جوان که امروز واقعا هم تلاش های زیاد کرده استودیان که معلومات دقیق و انعکاس واقع بینانه را تامین نمایند، ضرور است که از توصیه هایی که طبیبان برای در همین شرایط بسیار ناگوار برای همه دادن، از همون توصیه ها ثمرناک و درست استفاده کنند. همون مثلا در جایی که نقاب پوشیدن در کار است، حتما باید نقاب پوشیده شود. دست رو شستن در کار، در حالت های همش ذکر شده است، در همه همین حالت ها مثلا تازگی خود رو، گیگین خود رو باید رعایت کنند و اماده کنند، تامین نمایند. یا که مثلا وقتی که در جوها میشوند، در محاوره میشوند، حد امکان همون مسافه که برای گفتگوزار معین شده است که نه کم از 2 متر باید باشد، اون رو باید رعایت کنند. و از سوی دیگر واقعا شما درست گفتید که امروز مثلا در این مورد، در موضوع معلومات های گوناگون پهن شده استادن و معلومات های سره، دقیق و با اعتماد رو یافتن خیلی دشوار شده استاد است. من پیش از همه از ژورنالیستان دعوت میکنم که بیشتر به منبع های رسمی، بیشتر به منبع هایی که با این پرابلم سر و کار دارن و معلومات عمیق و دقیق در دست دارن، با اونها کار کنن و تمام کوشش مو باید با اون روانه کرده شود که مردم با آوازه های شجاعت دروغین باور نکنن، با وهمه ها و آوازه های گوناگون باور نکنن و زندگی خود را در یک ریتم معین معتدل ادامه دهند. همه این دشواری ها آغاز دارد و انجام دارد. من فکر میکنم که پایان شب سیاه سفید است و حتما ما به روزهای نیک خواهیم رسید. اجرای مسئولیت اجتماعی ژورنالیستیکا در انعکاس خبرهای دقیق و ادای وظیفه کسبی خبرنگاری در شرایط امروز دشوار است، گفت رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در ولایت سوغد الهام جمالیان. ولی نوبسته از این، ژورنالیست باید وظیفه خود را در نزد جامعه اجرا نماید. این پیش از همه خبرهای دقیق و سنجیده شده را به اودیتوریا رساندن است. کارمندان واسطه های اخباری عامه، تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، مجله ها و دیگر نمودی واسطه های اخباری عامه باید فعال باشند. من همچون سابقه دار مطبوعات به همکاران خود، به ژورنالیستان، عموماً کارمندان واسطه های اخباری عامه پیشنهاد میکردم که هر یک دلیل، هر یک فکتی که پیشنهاد میشود، اول سنجیده
بعد در تلویزیون انعکاس کنند، در رادیو خوانند یا که در روزنامه ها نشر کنند. برای اون که امروز همین خیلی یک زمانی شد که این توسط اینترنت، توسط تلویزیون های موبایلی همه نمودی مواد خو انعکاس و پخش کرده می شوند، سنجیده و نسنجیده و اساسناک به اساس. لیکن من گمان می کنم که دولت و حکومت در این مورد خیلی چاره های زیاد را اندیشه ایستاده است و نفرانی برد می کنند که همین چاره و تدبیرهای دولتی یا که پیشنهاد کرده کارمندان صاحب نگهداری تندرستی را قطعی رعایت کنند. کاتبی مسئول اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در ولایت سوغ کریم شریف میگوید که برای رسیدن به مرحله برد از بالای کرونا ویروس ما باید به ضرورت به کوچه نبرآمده در خانه بمانیم، زیرا در خانه ماندن برای سلامتی هر یک شخص مساعدت میکند، زیرا سالمی جامعه سلامتی ملت است. در همین وضعیت به عمل آمده روزنامه‌نگاران هم در صف پیش مبارزه با همین ویروس قرار دارند، زیرا که من به مردم رسانیدن اطلاعی دقیق و سری وقتی وظیفه جانی هر کدام ما است و در آن همین وضعیت پیش از همه با برابر احتیاط شدن روزنامه نگاران باید که کوشش کنند به مردم را به تهلکه نبیارند و با فکت های دقیق و عمیق مساعدت کنند، بیشتر پیام های شادی آور خوشخبر ها بیشتر پخش کرده شود. به فکر من خیلی خوب می بود و در همین برابر خیلی خوب است که روزنامه نگاران هم خودشان را احتیاط کنند و تامین باشند از لوازمات محافظتی. وضع نامساعدی اپیدمیولوژی کشور ما را وادار می کند که تکرار به تکرار تأکید نماییم. آدمان به گیگینی شخصی رعایت نمایند، بیهوده به کوچه نبرایند. اگر ضرورت پیدا شود، حتما نقاب پوشند. از محلول های انتیسپتیکی استفاده نمایند. با این عمل خود ما می توانیم بهره پیشگیری سرایت‌یابی کووید 19 مساعدت نماییم. حضور شما افنشکر و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.